مسئله است که میگوید پیروزی پس از صبر بر مشکلات به دست میآید. اما مردم افغانستان 40 سال است که برای پایان جنگ و خشونت در کشور بردباری اختیار کردند، اما خبری از پایان این بحران در آینده نزدیک نیست. به بهانه روز جهانی شکیبایی و بردباری با شماری از دانشجویان گفتگو میکنم. کسانی که گاه گاه با هم می نشینند و یادی از خاطرات و تلخ و شیرین زندگی می کنند. تمام مردم مثل ازی که زنده هستند، اما در اصل مردن، زندگی نمی کنند، فقط امی که تحمل می کنند. یعنی همه که قلبا شکسته است و هیچ امیدی ندارند. 16 نوامبر روز جهانی شکیبایی و بردباری است. مرجان می گوید که روح روانش بارها آسیب دیده است، اما صبر و تحمل پیشه کرده است. از نگاه روحی روانی خیلی مردم آسیب پذیر شدند در این روزا، که اصلا بمی بسیار یک گپ کم یا یک پتاقی زده میشه کلگی میترسه که الک انفجار شد یا الک انتحار شد دوباره. اصلا به مردم صبر نمونده به نظر من در این روزا. ما امید داریم، امید ماست که صلح شود در کشور ما، دوباره قلبایی که شکسته دوباره آباد شوند، دوباره ساخته شوند. روان درمانگران به این باورند که جنگ، خشونت و نابرابری های بیشمار اجتماعی، شکیبایی و بردباری مردمان کشور را سخت صدمه زده است. مجبوریت، ناچاری و بیچارگی و دیگه به اصطلاح آخرین حد و آخرین راه هست برای مردم. خب مردم تحمل نکنه چی کنه؟ مردم صبر نکنه چی کنه؟ مردم نگذره چی کنه؟ مردم به احساس نشوه چی کنه؟ من تصور میکنم که در بسیاری از مواقع مردم ما به احساس هم شدن. در یک گفتگوی ویژه تولو نیوز با عبدالله عبدالله از چهره های فعال در عرصه سیاسی کشور درباره صبر و بردباری مردم درباره صلح پرسیده شد. همین بحث و صحبت هایی که من در همین دو روز در هرات هم داشتم، حوصله‌شان بسیار گرفته بشت، اگر به سر نرسیده بسیار دلگیر شدن از ادامه جنگ. سازمان ملل متحد در سال 1965 میلادی برای بلند بردن سطح آگاهی جهانیان درباره خطرهای بی‌حوصلگی 16 ماه نوامبر را روز جهانی شکیبایی و بردباری اعلام کرد. افغانستان یکی از کشورهایی است که مردمانش سخت‌ترین روزها را در زندگی سپری می‌کنند، اما با تأمل این وضعیت انتظار دارند تا روز افغانستان به یک صلح همیشگی دست پیدا کند. خالد نیکزاد، تلو نیوز، کابل.